بهار آغاز شادابی. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختینه غد. سفیر پاکستان در کابل می گوید که کشورش طالبان را قانع کرده تا در میز مذاکره صلح حاضر شوند. منصور احمد خان در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفته است پاکستان خیلی صادقانه طالبان را قانع کرده و پیام واضح را به آنان رسانده که جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد. با گفته او طالبان حالا وارد یک روند سیاسی شدند. سفیر پاکستان در کابل در یک مصاحبه با خبرنگار بی بی سی در کابل اضافه کرد که برای تسهیل پروسه صلح و یافتن راه حل سیاسی برای این جنگ پاکستان با تمام رهبران افغان از جمله دولت افغانستان و سایر رهبران مهم سیاسی در تماس بوده است. سفیر پاکستان در پاسخ به این سوال که در مدت وقفه 20 روزه مذاکرات صلح هیئت طالبان در پاکستان چی می کرد گفت که ما از هیئت کمیسیون سیاسی طالبان دعوت کردیم و این پیام را منتقل کردیم که مهم است که برای یافتن یک راه حل سیاسی تماس‌های سیاسی را ادامه بدهند و نیاز است برای کاهش در خشونت‌ها و پایان جنگ اقدامات شود. ماه گذشته در وقفه رخصتی 20 روزه هیئت مذاکره کننده افغانستان به کابل بازگشت و هیئت طالبان به اسلام آباد رفت و ملا عبدالغنی برادر معاون این گروه در میان شماره از اعضای طالبان سخنرانی کرد که واکنش‌های در میان افغان‌ها را برانگیخت. چهره های سیاسی افغانستان دیدارهای از اسلام آباد داشتند. سفیر پاکستان در کابل می گوید این کشور سه هدف را در افغانستان دنبال می کند. اول پاکستان نقش سازنده و تسهیل کننده را در پروسه صلح ایفا می کند. هدف دیگر تقویت روابط دو جانبه سیاسی، امنیتی و استخباراتی، ترانزیت تجارت بین دو کشور است. و هدف سوم اتصال میان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی از طریق افغانستان است. او افزود که پاکستان از تصمیم ادامه مذاکرات صلح در دوحه استقبال می کند و در مورد محل بعدی برای مذاکرات صلح نمی خواهیم پیشگویی کنیم. چند پیش حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان از تغییر محل مذاکرات از دوحه به جای در داخل افغانستان صحبت کرده بود. آقای احمد خان درباره توقعات پاکستان از افغانستان در برابر همکاری این کشور در روند صلح نیز گفت که ما فهرست از پیشنهادات نداریم. برخی از مقام های افغانستان گفته بودند که پاکستان فهرستی از توقعات از افغانستان دارد. سفیر پاکستان در مورد خط سرحدی دیورن میان دو کشور گفت که موضع روشن پاکستان این است که سرحد یا مرز میان افغانستان و پاکستان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است. او افزود که باید افغانستان و پاکستان از نزدیک با هم کار کنند تا این مرز یا سرحد را به مرز خوشبختی مبدل کنند و زمینه رفت و آمدهای قانونی مردم و کالاهای تجارتی را فراهم کنیم که این سبب رفای هر دو طرف مرز می شود. نیکولاس کی سفیر پیشین بریتانیا در کابل در گفتگو با بی بی سی گفته بود که خط دیورند از نظر جامعه بین المللی مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان است. اما افغانستان تاکید کرده است که موضوع خط مرزی دیورند بستگی به تمام ملت افغانستان داشته و هیچ حکومت حتی حق صحبت درباره این موضوع را ندارد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختینه غک.